بچه ها سلام عرض میکنم خدمت شما. انشاءالله که سالم و سرحال و پر انرژی باشید. در ادامه بحث حدمون قرار هست که به مثالهای بیشتری در ارتباط با توابع در واقع کسری که به حد مبهم 0-0 منجر میشه بپردازیم و حد مبهم 0-0 رو در حالتهای بیشتری بررسی بکنیم، از جمله در واقع حالتهایی که صورت و مخرج حالت گنگ دارن، یعنی تابع رادیکالی هستن، که میخواییم قلق این نوع مثال ها رو هم بررسی بکنیم ببینیم به چه صورتی باید رفع ابهامشون انجام بشه. حتما لطف کنید برنامه ما رو پیگیری کنید و مثال های ما رو در واقع ببینید تا انشالله این قسمت رو هم کامل یاد بگیرید. ممنون از شما. بچه ها حالا تست بعدی رو بررسی میکنیم. تست سی میگه حاصل عبارت یا حاصل حد x به سمت 1 x به توان 3 علاوه x2 علاوه x منهای 3 بر روی x منهای 1 کدام است؟ بریم با هم دیگه حلش کنیم. ببینید من باید صورت رو تجزیهش کنم، چون اولا که جاگذاری اولیه که به طور واضح نشون میده که 0-0 مبهم به دست میاد. حالا برای اینکه صورت رو تجزیه کنید بچه ها کافی و منفی 3 رو به 3 تا منفی 1 تبدیلش کنید و هر کدوم از اونها رو در واقع با یکی از این جملات در نظر بگیرید که در این صورت میشه حد x به سمت 1 اولی رو چاق و لاغر می نویسم، دومی رو مزدوج می نویسم و الان امکان فاکتورگیری از x منهای 1 توی صورت به وجود میاد. از اولی میمونه x2 علاوه x علاوه 1، از بعدی میمونه x علاوه 1، از آخری هم میمونه 1 بر روی x منهای 1. و یا ساده شده پرانتز دوم بچه‌ها به شکل x2 به علاوه 2x به علاوه 3 خواهد بود دیگه، که اگر عامل ابهام رو از صورت و مخرج من ساده کنمش میرسم به حد x به سمت 1 x2 به علاوه 2x به علاوه 3 و الان جاگذاری عدد 1 تو این عبارت حاصل حد رو برابر 6 خواهد کرد. فقط یه نکته ای رو اینجا تذکر بدم، من میتونستم برای تجزیه صورت طبق صحبت‌های قبلی به جای این حرکتی که انجام دادم از تقسیم عبارت صورت بر x منهای 1 هم استفاده بکنم، یعنی تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای. حالا دیگه هر کدومی که شما میپسندین در واقع میتونید به عنوان راه حل این سوال استفاده بکنید. بنابراین اگر بریم توی در واقع LCD و گزینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، گزینه 2 جواب تست C خواهد بود. اما تست 31 رو بررسی کنیم با هم. گفته اگر حد x به سمت منفی 2 2x2 به علاوه ax بر روی x به علاوه 2 موجود باشد حاصل آن کدام است؟ ببینید در چه صورت حاصل حد موجوده؟ در صورتی که حاصل حد یه عدد مشخص در بیاد. پس بریم رو تخته حلش کنیم تا من توضیح بدم براتون. ببینید اگر دقت کنید مخرج کسر به ازای x به سمت منفی 2 صفر میشه. ببینید چون مخرج به ازای x به سمت منفی 2 برابر صفر است، پس باید حد صورت نیز برابر صفر باشد. چرا؟ چون اگر حد صورت صفر نباشه اما حد مخرج صفر باشه، جواب حدمون میشه نامتناهی، یعنی حاصل حدمون میشه بی نهایت. پس حالا که موجوده، یعنی یه عدد مشخصه، قطعا حالت صفر صفر رو باید پیش بیاد که بعد از در واقع ساده شدن عامل ابهام جوابش به یک عدد منجر بشه. پس من الان جایگذاری x مساوی منفی 2 رو در صورت کسر بچه انجام میدم، جایگذاری رو در صورت انجام میدم، میرسم به 8 منهای 2a مساوی 0، یعنی مقدار a برابر 4 خواهد شد. مقدار a میشه 4. حالا برای محاسبه حد چی کار میکنن؟ جای a میام مقدار 4 رو میذارم،
میرسم به 2x2 به علاوه 4x بر روی x به علاوه 2. پس الان کافیه که از یه 2x تو صورت فاکتور بگیرید، عامل ابهام رو از صورت و مخرج ساده کنید و برسید به رابطه حد x به سمت منهای 2 2x. اینم که به ازای جاگذاری در واقع عدد منفی 2 حاصل نهایی منفی 4 براش به دست میاد. پس اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، میبینیم که گزینه 1 پاسخ سوال 31 ما خواهد بود. بچه ها تست بعدی رو با هم بررسی کنیم که یه تستی مشابه تست قبلیه. گفته اگر حد x به سمت 1 x به توان 3 به علاوه ax به علاوه b بر روی x منهای 1 به توان 2 مساوی c باشه، حاصلش b منهای a به علاوه c چنده؟ حالا میخواییم بریم رو تخت حلش کنیم که ببینیم چیکار باید بکنیم در مورد این تسته. با ما همراه بشین. ببینید، میام نگاه میکنم میبینم که حد مخرج به ازای 1 برابر 0. اگر حد صورت 0 نباشه امکان نداره حاصلش یه عدد مشخص در بیاد. پس انتظار دارم که جایگذاری x مساوی 1 در صورت کسر باعث 0 شدن صورت بشه که در واقع حالت مبهم 0 0 پیش بیاد و من بتونم بعد از رفع ابهام حاصل حد رو به عنوان یه عدد به دست بیارم. از اینجا اگر برو بر حسب آ حساب کنید میرسید به این، و اگر من جایگذاری رو در صورت کسر انجام بدم، یعنی به جای ب مساویش رو قرار بدم، میرسم به این عبارته که چون مخرج x منهای 1 داره، صورت در واقع باید بر x منهای 1 بخش پذیر باشه دیگه. صورت رو بچه تجزیهش میکنم، تجزیه کنی صورت رو، این x منهای 1 رو با هم دیگه میگیرم، میشه اتحاد چاق و لاغر. بعد از آی این دو جمله هم فاکتور میگیرم، حالا از x منهای 1 صورت فاکتور میگیرم، میرسم به x2 به علاوه x به علاوه 1 به علاوه a بر روی x منهای 1 به توان 2. بچه ها یه دونه x منهای 1 با یه دونه x منهای 1 ساده میشه، میرسم به حد x به سمت 1 x2 به علاوه x به علاوه 1 به علاوه a بر روی x منهای 1. این شده c حاصلش. باز هم مخرج صفره. اگر صورت صفر نباشه که امکان نداره حاصلش یه عدد مشخص در بیاد، اون وقت جواب حد میشه بی نهایت. پس انتظار دارم جاگذاری عدد 1 در صورت باعث صفر شدن بشه. بریم ادامه حل رو این طرف ببینیم. ببینید x مساوی 1 رو در صورت جایگذاری میکنم، جایگذاری در صورت دوباره میشه 1 به علاوه 1 به علاوه 1 به علاوه a مساوی 0. از اینجا بچه ها a به دست میاد منفی 3. وقتی a به دست بیاد منفی 3، بمون میشد منفی a منهای 1 دیگه. پس بمون میشه در واقع 2. بعد حدمون به چه صورتی در میاد؟ حدمون به صورت x به سمت 1 x2 به علاوه x به علاوه 1 به جای a باید منفی 3 بذارم که اون موقع در واقع ساده شده صورت به این صورت در میاد، x2 به علاوه x منهای 2، که من میتونم الان تجزیهش کنم به x منهای 1 در x به علاوه 2. باز هم عامل ابهام رو بار دیگر ساده میکنم از صورت و مخرج و حاصل حد x به سمت 1 x به علاوه 2 برابر عدد 3 میشه، که اینم نقش c رو بازی میکنه چون حاصل حد رو فرض کرده بودی که برابر با c دیگه. پس اگر عبارت مطلوب یعنی b منهای a به علاوه c رو بخوام، 2 به علاوه 3 به علاوه 3 یعنی حاصل نهایی 8 برای عبارت مطلوب به دست میاد. اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم بررسی بکنیم، ببینید جواب تست 32 گزینه 4 خواهد بود. بچه ها به تست 33 دقت کنید. گفته نمودار تابع fx x2 به علاوه ax به علاوه 12 بر روی x منهای 3 به شکل مقابل است، در این صورت حاصل L منهای A رو از ما میخواد. بریم حلش کنیم با هم دیگه.
ببینید، من به شکلی نگاه میکنم میبینم که تابع در یه نقطه‌ای تعریف نشده است اما حد داره. بعد به ضابطه هم نگاه میکنم میبینم دامنه تابع آره منهای سه هست. خب پس نتیجه میگیرم که این نقطه‌ای که تابع درش تعریف نشده است اما حد داره، نقطه x مساوی با 3 باید باشه حتما دیگه. به عبارت دیگه انتظار داریم حد x به سمت 3 x2 به علاوه ax به علاوه 12 بر روی x منهای 3 جوابش عدد مشخص L بشه. خب چون مخرج به ازای 3 برابر 0 میشه، پس باید صورت هم به ازای 3 صفر بشه تا حالت مبهم 0 0 به وجود بیاد و جواب حد بتونه یه عدد مشخص بشه دیگه. 3 رو جاگذاری میکنم میشه 9 به علاوه 3 آی به علاوه 12 مساوی 0 و از اینجا آ به دست میاد منفی 7. پس من الان باید حد x به سمت 3 x2 منهای 7 x به علاوه 12 بر روی x منهای 3 رو باید داشته باشم که اگر بالا رو با اتحاد جمله مشترک تجزیهش کنید به شکل x منهای 3 در x منهای 4 تجزیه میشه، عامل ابهام از صورت و مخرج حذف میشه و شما میرسید به حد x به سمت 3 x منهای 4. اینم که حاصلش به طور واضح برابر منفی 1 که نقش المونو بازی میکنه. پس عبارت ال منهای آ یعنی منهای 1 به علاوه 7 که حاصلش برابر 6 خواهد بود. بنابراین اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، میبینیم که جواب تست 33 گزینه 2 خواهد بود. بعد بچه ها ببینید، ما ممکنه که حدای مبهممون شامل عبارات رادیکالی یا گنگ باشن. مثلا شما این حد رو دقت کنید، حد x به سمت 1 رادیکال x به علاوه 3 منهای 2 بر روی x منهای 1. جای گذاری اولیه ما رو به 0 0 مبهم میرسونه دیگه. خب اگر که قرار باشه من عامل ابهام و از صورت و مخرج حذف کنم، مستلزم اینه که x منهای 1 رو تو صورتم ایجاد کنم. معمولا این حرکت با ضرب و تقسیم صورت و مخرج در عبارت مناسبی که میتونه مزدوجش مثلا باشه یا پرانتز چاق یا لاغر در واقع اتحاد چاق و لاغر باشه، معمولا این شکلی در واقع به دست میاد. یعنی عبارت‌های گنگ یا رادیکالی رو باید از حالت رادیکالی یا گنگشون خارج کنیم در قالب ضرب و تقسیم عبارت در یه در واقع عبارت مناسب تا بتونیم در واقع عامل ابهام رو از صورت و مخرج حذفش کنیم. به یه نمونه تست در این باره دقت کنین. تست 34 رو ببینین. گفته حد x به سمت 5 رادیکال x به علاوه 4 منهای 3 بر روی x2 منهای 25 حاصلش چقدر میشه؟ بریم با هم دیگه حلش کنیم بچه‌ها. ببینید اگه من بخوام عامل ابهام رو از صورت و مخرج جدا کنم، کافیه که صورت و مخرج رو در مزدوج صورت ضربش کنم، بعد میرسم به حد x به سمت 5. بالا چون اتحاد مزدوج میشه، میشه مربع اولی منهای مربع دومی. پایینم این تیکش رو مزدوج می نویسم، بقیه عبارت رو هم که کاملش می کنم. ببینید بچه‌ها، این میشه x منهای 5 که با x منهای 5 به عنوان عامل ابهام ساده میشه و حاصل نهایی 1 بر x به علاوه 5 در رادیکال x به علاوه 4 به علاوه 3 به دست میاد. یعنی من الان باید 5 رو تو این عبارت جاگذاری بکنم که اگر جاگذاری کنید این عبارت برابر 10 و این عبارت هم برابر 6 میشه. پس جواب نهایی حد برابر عدد 1/60 هست. اگه بریم روی LCD و گزینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، خواهید دید که گزینه 3 یعنی عدد 1/60 حاصل این حد خواهد بود. و یا به طور مشابه ممکنه این عملیات بیش از یک بار لازم انجام بشه توی یه سوالی. مثلا حاصل این حد رو ببینید، من میخوام حساب کنم حد x به سمت 4 x دوم منهای 2 در رادیکال 7 به علاوه رادیکال x منهای 3. بازم بریم پای تخته با هم دیگه حلش کنیم.
ببینید بچه ها، برای حل این سوال میام عبارت داده شده رو در مزدوج مخرج این دفعه ضرب و تقسیم میکنم. اگه این کار رو انجام بدیم حد x به سمت 4 در این حال مخرج مشترک اینم میگیرم دیگه، یعنی x منهای 4/2 بعد رادیکال 7 به علاوه رادیکال x به علاوه 3 هم مینویسم، پایینم مربع اولی منهای مربع دومی میشه که ساده شده این عبارت رادیکال x منهای 2 دیگه. ببینید بچه ها، برای اینکه عامل ابهام در واقع جدا بشه باز این دفعه میام در مزدوج مخرج بازم ضرب و تقسیم میکنم عبارت رو، یعنی این دفعه در رادیکال x به علاوه 2، که اگر این کار رو انجام بدم مخرج کسر به شکل مربع اولی منهای مربع دومی در میاد که همون x منهای 4 میشه، صورت هم شامل این عبارت ها خواهد بود، صورت هم شامل این عبارت ها خواهد بود. عامل ابهام x منهای 4 که از صورت و مخرج سادهش میکنم، حالا کافیه محاسبه حد رو به ازای در واقع عبارت باقی مونده حساب کنم. یه 1/2 اینجا دارم اگه جاگذاری کنید، اگه 4 رو جاگذاری کنید در اینجا به 6 میرسین و اگه 4 رو در اینجا جاگذاری کنید به 4 میرسید. بنابراین جواب نهایی حد برابر عدد 12 خواهد بود، که اگر بریم گزینه ها رو با هم دیگه بررسی کنیم روی LCD میبینید که گزینه 1 پاسخ سوال 35 ماست و این نشون میده که قلق حل مثال های مرتبط با توابع رادیکالی یا گنگ میتونه به این صورت باشه. بچه ها تست 36 رو با هم دیگه ببینیم. حاصل حد x به سمت 2 رادیکال 3x به علاوه 10 منهای 4 بر روی x منهای رادیکال 2x کدام است؟ خب این دفعه هم توی صورت و هم توی مخرج عبارت گنگ موجوده. بریم ببینیم چیکار باید بکنیم برای حل این سوال. ببینید برای حل این سوال بچه ها، حد x به سمت 2 رادیکال 3x به علاوه 10 منهای 4 x منهای رادیکال 2x، میام هم در مزدوج صورت و هم در مزدوج مخرج ضرب و تقسیم میکنم. این مزدوج صورت، این هم مزدوج مخرج. خب در این صورت میرسم به حد x به سمت 2. این دوتا که مزدوج بشن مربع اولی منهای مربع دومی، بعد اون عبارت هم که توی صورت باقی میمونه، این دوتا هم که مزدوج بشن مربع اولی منهای مربع دومی، این عبارت هم که باقی میمونه تو مخرج. بعد ساده شده در واقع پرانتز صورت 3x منهای 6 که از 3 فاکتور میگیرم، ساده شده پرانتز مخرجم از یه ایکسش یعنی در واقع فاکتور میگیرم و بقیه رو عیناً مینویسمش. خب چه اتفاقی میفته؟ عامل ابهام بچه ساده میشه از صورت و مخرج. حالا کافیه که در عبارت موجود جایگذاری رو انجام بدم، یعنی 2 رو اگه شما الان قرار بدین 3 در 4 پایینم 2 در دوباره تونم 2 رو قرار بدین میشه 8. پس ساده شده 4 با 8 هم باعث میشه که، یعنی اگه این دو تا رو با هم دیگه ساده کنیم باعث میشه که در واقع 3/4 به عنوان جواب نهایی حد به دست بیاد. یعنی اگه بریم روی LCD و گزینه های این تست رو با هم دیگه بررسی بکنیم میبینیم که جواب تست 36 گزینه 2 خواهد بود، یعنی عدد 3/4. یا تست دیگری رو در همین ارتباط با هم دیگه بررسی کنیم، تست 37 رو میخوایم حد x به سمت 4 x به علاوه رادیکال x منهای 6 بر روی x2 منهای 16 رو در واقع ببینیم که به چه صورتی به دست میاد.
برای محاسبه حاصل این حد میایم یه تفکیک مناسب انجام میدیم بچه ها، یعنی این منفی 6 رو تبدیلش میکنم به منفی 4 و منفی 2، بعد کسرا رو تفکیک میکنم، یه بار ایکس منهای 4 رو با مخرج تفکیک میکنم، یه بارم رادیکال ایکس منهای 2 رو با مخرج تفکیکش میکنم، که در این صورت این عبارته که تجزیه بشه به ایکس منهای 4 در ایکس به علاوه 4، برای این یکی هم کافیه که در مزدوج، ضمن که این مخرج رو تجزیه میکنم، در مزدوج صورت هم ضرب و تقسیم کنم، در مزدوج صورت هم ضرب و تقسیم کنم. توی اولی که خب طبیعتاً عامل ابهام ساده میشه و من فقط باید حد x به سمت 4 1 بر روی x به علاوه 4 رو حساب کنم. توی دومی هم اگه صورت رو در هم دیگه ضرب کنم x منهای 4 ایجاد میشه، مخرجم که x منهای 4 رو x به علاوه 4 رو رادیکال x به علاوه 2 باقی میمونه دیگه، که اینجا هم عامل ابهام رو سادهش میکنم. پس الان برای اولی جواب 1/8 خواهد شد، برای دومی هم که از صورت 1 باقی میمونه، مخرجم که 8 ضرب در 4 باقی میمونه، یعنی جمع 1/8 با 1/32 که جواب نهایی بعد از مخرج مشترک برابر 5/32 خواهد بود. پس اگه بریم روی LCD و گزینه های این تست رو با هم بررسی بکنیم، میبینیم که گزینه 3 جواب تست 37، یعنی عدد 5/32. بچه ها حالا تست 38 رو با هم یه بررسی بکنیم. حاصل حد x به سمت منفی 27 رادیکال منفی x سوم منهای 3 بر روی ریشه سوم x به علاوه 3، یعنی این دفعه تابع رادیکالی با فرجه 3 داریم. بریم حلش کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. ببینید اگر یادتون باشه اتحاد در واقع چاق و لاغر به این شکل در واقع بود دیگه، می گفتیم که آیه به علاوه ب در آدوی منهای آبه به علاوه ب دو میشه آسه به علاوه ب سه. من برای حل این سوال میام و هم در مزدوج صورت ضرب و تقسیم میکنم، هم در پرانتز چاق مخرج ضرب و تقسیم میکنم. یعنی شما یه منفی رادیکال منفی ایک سوم به علاوه سه رو ضرب و تقسیم کنید، از طرفی ریشه سوم ایکس دو منهای سه تا ریشه سوم ایکس به علاوه 9 رو هم ضرب و تقسیم کنید. از رو همون اتحاد چاق و لاغر این کار دارم انجام میدم، میرسم به چی؟ حد ایکس به سمت منفی 27، این دوتا که مزدوج بشن مربع اولی منهای مربع دومی و اون عبارته باقی میمونه، ریشه سوم x2 منهای 3 تا ریشه سوم x به علاوه 9. حالا این با پرانتز چاقش میشه مکعب اولی به علاوه مکعب دومی و این پرانتزه باقی میمونه. حالا الان ساده شده در واقع صورت، این پرانتز صورت به این شکل خواهد شد دیگه، حد x به سمت منفی 27 مخرج مشترک رو بگیرید میشه منفی x منهای 27، بعد ریشه سوم x2 منهای 3 تا ریشه سوم x به علاوه 9 هم باقی میمونه، پایین هم که x به علاوه 27 و رادیکال منفی x سوم به علاوه 3 دیگه. ببینید از یه منفی که فاکتور بگیریم با این ساده میشه، یعنی یه منفی 1 فقط میمونه. حالا کافیه که منفی 27 رو تو این عبارت بچه ها قرار بدید. بالا که یه منفی 1/3 داریم اول، بعد منفی 27 ریشه سومش که میدونید میشه منفی 3 به توان 2 میشه 9، بعد دوباره ریشه سومش میشه منفی 3 ضرب در این میشه 9 به علاوه 9، پایینم منفی 27 که قرار بدین میشه 3 به علاوه 3 میشه 6. پس ساده شده صورت منفی 9 و مخرجم که 6، پس جواب نهایی منفی 3/2
به عنوان حاصل این حد در واقع به دست میاد. یعنی اگه بریم روی LCD و گزینه‌های این تست رو با هم بررسی بکنیم، خواهید دید که جواب تست 38 گزینه 1ه. تست دیگری رو بررسی کنیم بچه ها تو همین زمینه. گفته که حاصل حد x به سمت صفر از راسته 1 بر رادیکال x منهای رادیکال x به علاوه 1 بر روی رادیکال x منهای x2 چقدر میشه؟ بریم با هم دیگه حلش کنیم رو تخته. ببینید الان یک کمی دقت کنید، مخرج کسر دوم تجزیه میشه به رادیکال x در رادیکال 1 منهای x. مخرج کسر دوم به این شکل تجزیه میشه دیگه. پس من میتونم الان مخرج مشترک بگیرم، یعنی رادیکال x در رادیکال 1 منهای x میشه مخرج مشترک، پس رادیکال 1 منهای x میشه صورت این کسره منهای رادیکال x به علاوه 1 هم که ادامه‌شه. برای اینکه عامل ابهامو در واقع به دست بیارم بچه‌ها، تو مزدوج صورت میام ضرب و تقسیم میکنم، تو مزدوج صورت ضرب و تقسیم میکنم. بعد اگه این کارو انجام بدم میشه حد x به سمت صفر از راست رادیکال x در رادیکال 1 منهای x در رادیکال 1 منهای x به علاوه رادیکال x به علاوه 1 تو مخرج، توی صورتم مربع اولی منهای مربع دومی میشه که خودش هست x به علاوه 1 به علاوه 2 رادیکال x. ساده شده صورت بچه چی میشه؟ منفی رو تأثیر بدیم، در واقع یک ها که با هم دیگه ساده میشن، منفی 2x منهای 2 رادیکال x، پایینم رادیکال x رادیکال 1 منهای x در رادیکال 1 منهای x به علاوه رادیکال x به علاوه 1 باقی میمونه. حالا کافیه که توی صورت من از منفی 2 تا رادیکال x بچه فاکتور بگیرم، که اگه این کار رو بکنید از اولی رادیکال x از دومی هم به علاوه 1 میمونه، پایینم که رادیکال x و رادیکال 1 منهای x و رادیکال 1 منهای x به علاوه رادیکال x به علاوه 1 باقی میمونه. ببینید رادیکال x ها که عامل ابهاممون هستن از صورت و مخرج ساده میشن. حالا صرفا یه جاگذاری دارم چون عامل ابهامو سادهش کردم. بالا منفی 2 میمونه اگه جاگذاری کنید به جای x صفر رو، پایینم اولی که 1 میشه، اینم که 1 به علاوه 1 میشه. پس جواب نهایی حدمون برابر منفی 1ه. یعنی اگه بریم روی LCD و گزینه های این سوال با هم بررسی بکنیم، میبینیم که حاصل تست 39 منفی 1 یعنی گزینه 2 صحیحه. بچه‌ها حالا به تست 40 دقت کنید، تست مهمیه. گفته حد x به سمت صفر از راست ریشه سوم x به علاوه ریشه چهارم x بر روی ریشه سوم x منهای 2 تا ریشه چهارم x چقدر میشه؟ بریم با هم دیگه حلش کنیم. ببینید برای حل این سوال اگه قرار باشه که ما توی مزدوج ضرب بکنیم، با توجه به فرجه های 3 و 4 خیلی طولانی میشه حلش. بهتره یه کار دیگه انجام بدیم. اگر دقت کنید ما میتونیم از ریشه چهارم x توی صورت و مخرج فاکتور بگیریم. شاید شما بپرسین که چجوری میشه از ریشه چهارم x فاکتور گرفت؟ ببینید اگه من میخوام از ریشه چهارم x فاکتور بگیرم، خب میدونید که اولین عبارت توانش یک سومه دیگه. من بخوام از x به توان یک چهارمش فاکتور گیری کنم، در واقع باید این عبارت بر x به توان یک چهارم تقسیم بشه. اگر این عبارت بر این تقسیم بشه، اون وقت توانش میشه طبق، چون پایه ها مساوی هن، توانه باید اصلا دیگه کم بشن، توانش میشه یک سوم منهای یک چهارم و توانش میشه یک دوازدهم. پس اون چه که از اولی باقی میمونه ریشه دوازدهم ایکسه. به این دلیلی که من توضیح دادم از ایکس به توان یک چهارم اون خواستم فاکتور بگیرم، پس باید خودش بر ایکس به توان یک چهارم تقسیم بشه، توانه از هم دیگه کم میشن، تبدیل به ریشه در واقع دوازدهم ایکس میشه. و همین اتفاق اینجا هم میفته که از صورت دومین جملهش یک باقی میمونه، از مخرجم دومین جملهش منفی 2 باقی میمونه. بنابراین عامل ابهام رو بچه ها الان سادش میکنم و حالا جایگذاری رو انجام میدم که میشه 1 بر روی منفی 2.
یعنی در واقع اتفاقی که میفته اینه که حاصل نهایی کسر برابر منفی 1/2 میشه، حاصل نهایی حدمون. ضمناً اینجا یه نکته بسیار مهم هم داریم که غیر از روش فاکتورگیری، به غیر از روش فاکتورگیری یه کار دیگه هم میشه انجام داد تو این موارد. ببینید تو محاسبات حدی که ما داریم در واقع انجام میدیم و ایکس به سمت صفر میل میکنه، مثل همین سوالی که داشتیم الان حلش میکردیم، اصطلاحاً یه قاعده ای داریم به نام قاعده کمتوان. ما میتونیم از قاعده کمتوان استفاده بکنیم. این قاعده کمتوان اینو میگه، میگه اگر شما یه چند جمله‌ای داشتین، حالا یا عبارتایی که توانشون مثل اینا کسری بود، بعد ایکس هم داره به سمت صفر میل میکنه، شما میتونین در صورت و مخرج کوچکترین درجات رو فقط در نظر بگیرین. الان من اگه از قاعده کمتوان استفاده میکردم به عنوان راه حل دوم برای حل این سوال، در واقع باید فقط فرجه های 4 رو از صورت و مخرج انتخاب میکردم، چون فرجه های 4 باعث میشه توان ایکسمون 1/4 باشه دیگه، 1/4 از 1/3 کمتره. طبق قاعده کمتوان من باید توانهای 1/4 رو در نظر بگیرم و اگر اینا رو به عنوان عامل ابهام ساده کنم بازم به جواب منفی 1/2 میرسم. اینم میشه راه حل دوم برای حل این سوال. بریم رو LCD هم گزینه رو ببینیم، همین نکته که من گفتم رو ببینیم با هم دیگه. ببینید ما الان گزینه‌ای که به دست آوردیم گزینه 3 هست، یعنی جواب میشه منهای 1/2. و اینجا هم بچه‌ها برای شما نوشتیم نتیجه. وقتی ایکس به سمت صفر میل میکنه توانهای کمتر ایکس اهمیت پیدا میکنن. در واقع میشد در این تست بگیم که از ریشه سوم ایکس در صورت مخرج صرف نظر میکنیم. به این قاعده میگن قاعده همارضی کمتوان، که اگر این کار رو انجام بدیم به سادگی میتونستیم در واقع به همون جواب منهای 1/2 بازم برسیم. پس دو تا راه ما برای حل این سوال به شما ارائه دادیم، یک راه بدون قاعده کمتوان و یه راه هم با استفاده از همارضی قاعده کمتوان، که امیدوارم هر دوشو متوجه شده باشیم.